فرونشست زمین در ایران از بحران‌های زیست محیطی مهم چند سال اخیر ایران است که مهمترین علل آن در حال حاضر بحران آب است. ایران جزو کشورهایی با بیشترین فرونشست زمین است، به گونه ای که میزان فرونشست زمین در ایران 90 برابر میانگین کشورهای توسعه یافته است. در حال حاضر 300 دشت ایران دچار این بحران هستند. همکارم با بهره‌گیری از سخنان محمد درویش، کارشناس محیط زیست، در این رابطه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. پدیده فرونشست که در روزهای اخیر در میدان ونک تهران و خیابان ولیعصر مشاهده شد، زنگ خطری جدی برای وضعیت زیرساخت‌های شهری به ویژه در کلان شهرهایی چون تهران به شمار می‌آید. فرونشست‌های طولی که به دلیل نفوذ آب و فرسایش تونلی رخ دادند، نشانه‌ای از مشکلات عمیق‌تر زیرسطحی است. این پدیده به ویژه در مناطقی که با خطوط قدیمی آب و قنات مسدود شده در ارتباط است، ممکن است تهدیداتی جدی برای ایمنی و زیرساخت‌های شهری به همراه داشته باشد. با توجه به اینکه تهران بر روی بستر آبرفتی نسبتاً ناپایداری قرار دارد، ضروری است که برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی اقدامات فوری و دقیق انجام شود. محمد درویش، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با روزنامه اینترنتی فراز به بررسی ابعاد بحران فرونشست زمین در ایران پرداخته و بر افزایش نگران کننده ناترازی در سفله‌های آب زیرزمینی کشور تاکید کرده و می‌گوید ایران یکی از بالاترین ناترازی ها را در سفره های آب زیرزمینی دارد و این رقم به 150 میلیارد متر مکعب رسیده است. یعنی ایرانیان در طول چند دهه اخیر 150 میلیارد متر مکعب بیشتر از آبی که وارد آبخانها شده است برداشت کردند. این ناترازی به گفته درویش منجر به نشست زمین و ایجاد شکاف‌های متعدد شده و کشور را به یکی از دو کشور اول جهان از نظر نرخ فرونشست تبدیل کرده است. این کارشناس محیط زیست با اشاره به تبعات ویرانگر فرونشست که زیرساخت‌ها، جاده‌ها و خانه‌ها را در اصفهان، کاشان، یزد، مشهد و تهران تحت تأثیر قرار داده است، به سکوت مسئولین سازمان زمین‌شناسی انتقاد کرده و اظهار می‌کند. پرسش من این است که چرا مسئولین سازمان زمین‌شناسی کشور ماهاست که عملاً سکوت کردند؟ به نظر می‌رسد که نهادهای امنیتی اجازه نمی‌دهند تا کارشناسان سازمان زمین‌شناسی با نقشه‌برداری به وظایف خود به درستی عمل و گزارش‌های به روز از این فاجعه منتشر کنند. محمد درویش بر لزوم تغییر شیوه های اقتصادی در ایران تاکید کرده و میگوید باید به سرعت شیوه اقتصادی تولید را در کشور تغییر دهیم. ما بر اساس فروش و تاراج آب تولید میکنیم و به صادرات محصولات کشاورزی، سیمان، فولاد و آهن افتخار میکنیم. تمام این موارد مجموعی از محصولات آب بر است. او همچنین به منابع طبیعی و اقتصادی دیگر کشورها مانند انرژی خورشیدی و بادی اشاره کرده و بر ضرورت استفاده از این منابع برای بهبود وضعیت اقتصادی تأکید دارد.